در پیوند به سال بیشتر میپرسم از آقای شهزاده مسعود، آقای امور سیاسی. آقای مسعود خیلی خوش آمدین. آنچه که وزیر دفاع امریکا میگه که توافق کاهش خشونت میان امریکا و طالبان خطرات را هم داره، این خطرات چه است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما، بیننده محترم تلویزیون شما. بدون شک که این توافقات خطرات خود داشته می باشه، به معنای زی که یک تعداد کشورهای همسایه خصوصا استخباراتشان شاید در صدر ازی باشه که این موافقت نامه بین ایالات متحده امریکا و تحریک اسلامی طالبا با کامیابی خود نرسند و در عین زمان باز حلقات خرد و ریزی که درون کشور داریم که اصلا به صلح هیچ باور نداره، شاید کوشش بکنن که باز عملات را انجام بده که گویا بازور بگوین که این کاهش خشونت عملی نشد. ما امیدوار هستم که توافقی که بین امریکا و تحریک طالبا صورت میگیره ای به مدقت بیشترش مواظبت شوه، هم از طرف نظام خود ما و هم از طرف دو طرف که بینشان موافقه میشه که او دستایی که در تخریب صلح کار میکند پرشوی زوره بگیره و نمانند. و ما امیدوار هستم که این کاهش خشونت که برای یک هفته است به مشکل خوبش عملی شوه و اعتماد سازی شوه بین اردویشان. خب این یک بستر است که از این بستر اگر به خیر برآمدیم، باز بستر دومش که بسیار مهمتر است آقای امان و مذاکرات بین الافغانی است. با مذاکرات بین الافغانی میپردازیم. هدفتان در بعد داخلی که گفتین دستهایی وجود داره که نمیخوان که افغانستان به صلح دست بیاوه، هدفتان از سطور پنجم میباشه؟ خود طبعا یک تعداد اشخاص افرادی هستند که در طول چهار دهه فقط از جنگ لذت برده و از برکت جنگ به یک جای رسیده و از برکت جنگ یک چیز ثروت پیدا کرده. اگر صلح و آرامی در این کشور بیاید و ثبات دائمی در این کشور بیاید، باز خونیا نه چور کرده میتونن، نه چپاول کرده میتونن، نه غصب کرده میتونن. دیگه طبعا اینطور علاقات هستن، اما برای اینطور علاقات این علاقات در درون حکومت است به نظر شما؟ خب چی در درون حکومت چی در بیرون حکومت، ما اینطور نمیدیم که همه کشان شاید در درون حکومت باشه، شاید بیرون از حکومت هم باشه. اما تو گروه های مافیا هستن که اونوا همه خیر و بقای خود در ادامه جنگ میبینه. اینا به نفع خود کار میکنن یا نه جاسوس دیگر کشورها هست؟ خب کسش به نفع خود، کسش طبیعی گپ هسته که برای استخبارات کشورهای همسایه شاید این کار بکنن، چون اکثریت مطلق مردم افغانستان خواهان صلح هستن و صلح برایشان اولویت داره. دیگه از او جهت هسته که من سر مردم افغانستان هم صدا میکنم که برای زمان علاقات خرد و ریزه که چین درون است و چی بیرون است، هم موقعیت و هم جامعه جهانی به خصوص ایالات متحده امریکا این را بسیار باید مراقبت بکنه و مواظبت بسیار خوب باید از امی کاهش خشونت بکنه. دیگه ما امیدوار هستم، ما همیشه به این امید هستم که صلح بدیل نداره. اگر این جنگ خدا نخواسته هر قدر ادامه پیدا کنه، بدیلش بازم یک سال دائمی است. آقای مسعود، چنانچه گفتین چندین دست وجود داره که نمیخواین که افغانستان به صلح برسه، با چنین وجود چندین دست و مداخلات چی فکر میکنین؟ آیا گفتگوهای و این توافق چقدر میتونه منجر به گفتگوی مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان شود؟ خب به نظر من اگر این توافق نامه یا این مساعده که بین تحریک طالبان و ایالات متحده امریکا میشه، تا جایی که ما معلومات داریم به زودترین فرصت یعنی در 10 روز آیندهش مذاکرات بین الافغانی شروع میشه و در مذاکرات بین الافغانی مسئله حیاتی که برای ما افغان هست در قدم اول مسئله آتش بس است و شاید این مذاکرات بین الافغانی چندین مذاکرات بین الافغانی شود. در یک مذاکرات بین الافغانی ما شاید سر تمام مسائل موافق به این نشیم که به نتیجه برسیم. ما امیدوار هستم که اگر گپای بین الافغانی ادامه پیدا میکنه و اینجا یه تاریخ معینه که برای کاهش خشونت تعیین شده،
ای باید تمدید شود. بله. آقای مسعود، پرسش اصلی اینجاست که حالا دغدغه ای وجود دارد که چقدر حکومت افغانستان آماده است که با طالبان وارد گفتگو مستقیم شود، و بحث اصلی را هم سر هیئت گفتگو کننده است که چقدر سیاسون نقش میتونند داشته باشند، چقدر دیگر احزاب سیاسی که در این روند دخیل هستند. خب به نظر ما، نظر به هر وقت دیگر، حکومت افغانستان، احزاب سیاسی افغانستان، شخصیت های مستقل تاثیرگذار و جوانای ما نظر به هر وقت دیگر که یک آزمون بسیار تاریخی و ملی روبرو میشه که خدا نخواسته تر نشود که وقتی که مذاکرات بین الافغانی شروع میشه و تحریک طالبا آمادگی بر مذاکرات داشته باشه و ما اینجا سر یک لست ملی افغانستان شمول جور نبه، که بازی بسیار یک شرم، یک ننگ بسیار کلان برای ما افغان ها. خب شناخت که شما از حکومت دارین چی فکر میکنین؟ آیا چنین خواهد شد که یک مشکل بزرگ در بود داخلی با وجود بیاید که ما نتانیم سر حیات و گفتگو کنن، نه تا بالاخره هماهنگی ایجاد بکنیم و مشکل ساز شد بر ما این مسئله؟ خب به نظر ما برای حکومت وحدت ملی خواهد لازمی است که در بین خود اتفاق اتحاد داشته باشن، اول که خود جور کرد، بعد از او باید سرکت تمام اعضای سیاسی که کلانا رهبرای ما سلام مشوره بکنن که سر یک لیست افغانستان شمول. ای به این معنا نه که افغانستان شمول ما میگیم 1000 نفر باشه یا 200 نفر مثل که پیش جور شده بوده، 20 نفر باشه که از آرزوها و آرمانهای مردم رنجیده افغانستان نمایندگی کرده بودن. و آقای مسعود، رهبر حزب اسلامی آقای حکمتیار هم گفتن که هنوز تا مرجع تصمیم گیری در مورد مدیریت مسائل سال در داخل کشور وجود نداره. به نظر شما آیا چنین است؟ خب ما کاملا که گپای آقای حکمتیار موافق هستم، اما یک چیز هنوز متاسفانه جور نشده، اما یک محوریت ملی برای مذاکرات هنوز آدرسش معلوم نیست. ما امیدوار هستم که حکومت وحدت ملی به شمول از این رهبرای احزاب سیاسی و چهره های ملی تاثیرگذار با هم بشینن و سر مت یک لیست ملی افغانستان شد. و یک وزارت هم ما داریم به نام وزارت دولت در امور سال، یک شورا، شورای عالی سال، اینا چی هست خیلی؟ خب ما فکر میکنم که ما ترجیح میتم به شورای عالی سال که شخصیت های بسیار معزز از این کشور در طول چندین سال در شورا بوده، ای که باز در پالوی از وزارت صلح جور شده اصلا مشروعیت زور زیر سوال آورده. به نظر من خوب است که ما در چوکات اونمو شورای عالی صلح که از نامش و عیده است شخصیت های بسیار خوبی داریم، در از شام استاد محترم خلیلی صاحب است. خب پس چون این مرجع وجود دارد اگر عرض برتان بکنم، اگر اونمو شورای عالی صلح ابتکار به دست بگیره و سلامت یک تیم افغانستان شمول فکر کنه، بسیار گپی خوب است. اما یک وزارت یا یک نفر نمیتونن که تمثیل کل اراده ملت افغانستان کده بتونه. خوب است که ما از این فرصت طلایی و تاریخی با استفاده به خاطر صلح و ثبات دائمی در افغانستان از بسیار دقت باید کنیم. آقای مسعود، به عنوان آخرین پرسش این که در توافق سال خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان نیز ذکر شده، اگر آمریکا نظامیانش از کشور بیرون بکنه، شما این را یک چالش میبینید به افغانستان یا یک فرصت؟ خب به نظر ما تا قیامت نمیتونیم شده که تا قیامت ما اکتکا با خارجی ها بکنیم. ما امیدوار هستم که ایالات متحده آمریکا به شمول ناتو وقتی که از افغانستان اینا قوات خود بیرون میکنه به بسیار مسئولیت، همین احساس مسئولیت که اینا بکنن، من فکر میکنم که هیچ مشکلی نیست. ما الحمدلله ارگانای امنیتی ما به اندازه کافی داریم، مشروط به اینکه در آینده جامعه بین المللی و امریکا و ناتو اینا را تجهیز و تمویل بکنه با اسلحه بسیار مدرن پیشرفته که لازم است باید اینو کمک حرکتشان بکنه. در اون صورت ما هیچ نیازی برای خارج جاده نداریم. خیلی تشکر از حضورتون. زنده باشین. خوش باشین. بخیر باشین. زنده باشین.